شما برید ببینید که در ایران در شهرهای مختلف، مثلا در شهر تبریز که من اطلاع دارم، چقدر از این یک درصدی ها اومدن در تبریز زمین ها را خریدن در این دو سال. بله. در کجا؟ بله. این یک درصدی اینقدر قوی میشن. بله. همین تحریم ها، تحریم های داره قوی کرده. مردم ایران هستن که اینقدر کشته داده. هنوز جنگ هم نکرد، در جنگ هم شرکت نکرد، هنوز که کشور امپریالیستی آمریکا به ایران حمله نکرده، اینقدر کشته داده. دقیقا مثل عراق 20 سال قبل. اینی که من فکر میکنم که کاملا اونایی که این اعتقاد رو داشتن حالا میخوان به ما بگن که بیاد تحریم ها باعث شد که آقای روحانی بیاد در مقابل آمریکا تعظیم بکنه. بله، یا آقای خامنه ای هم کوتاه بیاد. اینها عقب نشینی هایی که میکنن دقیقا به خاطر مبارزات ببینید اکثر مردم آمریکا مخالف جنگ با ایرانه. بله، نکته خیلی مهمه. بله. بله خیلی مهمه. در ایران مردم به سطوح آمدن، از چیزهای خیلی خیلی کوچک گرفته تا بزرگ، به عناوین مختلف ضدیت خودشونو به رژیم نشون میدن. این عقب نشینی ها هم در سطح کشورهای نیرومندی مثل آمریکا، هم در سطح کشورهایی که ضرورتا اون شکل جهانی نیرومند، حتی منطقه هم نیرومند نیستن مثل ایران، به چشم میخوره. مردم در سراسر جهان به سطوح آمدن، مردم ایران از هر نظر دیگه به سطوح آمدن. در آمریکا عموما معیشتیه، یه دم هم معیشتیه، هم اصلا میگن آقا سرمایه داری بلاست، ولی در ایران دیگه به طور کلی مردم از دست جمهوری اسلامی به سطوح آمدن. و این عقب نشینی ها ناشی از مبارزات مردمه، نه به خاطر تحریم ها. تحریم ها کارشونو به نفع اون نیروهایی که میخواستن تحریم اعمال بکنن تمام شده. یعنی یک درصدی های آمریکایی همه اون چیزایی که به ایرانی ها قرار به ایران بفروشن فروختن، از راه های غیر قانونی، حتی پول زیادی هم دریافت کردن و یک درصدی های ایران هم قوی شدن و ثروتمندتر شدن. بله بله. جعفر صابر، مگه شاه رو تحریم کرده بودن که اون چنین مردم به پا خواستند و سرنگونش کردند؟ باوجود که همه امکانات هم در اختیارش بود. بله بله. و مگر باز هم این تحریم ها شدیدتر از تحریم هایی که زمان مصدق شده بود؟ اینا 30 سال تحریم شدن، از دیروز تحریم نشدن که. بیش از 30 سال از زمان گروگانگیری مرتب تحریم میشن، مرتب هم تهدید میشن. بله. هر روز هم تازه تحریک‌تر میشن، هی بیشتر با این تهدیدها و تحریم ها تهدیدها میکردن، ابراز وجود بیشتری میکردن که ما مخالف امپریالیست ایستادیم و امپریالیست نمیتونه با ما مبارزه کنه، داره تهدید میکنه، تحریم میکنه. بله بله. این راست ها، این آدم هایی که از اون ورکی میفتن، برای هر چیزی، برای این سقوط خودشون هی دلایل بسیاری رو درست میکنن و میتراشن. اگه نه که خیلی هم جالبه که اونایی که همیشه میگفتن تحریم مؤثر خواهد شد، حالا میگن ببینید تحریم مؤثر شد. همه این گروه ها با هم دیگه خیلی اختلاف دارن ها. بله. روی این مسائل، روی این خط قرار گرفتن. من ترجیح میدم من به این نیروها بگم نیروهای راست. بله، زیر خط زور با ما نیستن. بله، ما یه زیر خط فقر داریم، یه زیر خط زور. بله درسته. بله، اینا زیر خط زورن، یعنی همه چیز رو بر اساس زور میبینن، نه بر اساس توانایی ها و کارایی ها. این مبارزه بی امان مردم ایران کم نیست، در همه جبهه ها و در همه وجهه ها دارن مبارزه میکنن. درست. تو زندان می نویسن، تو بیرون می نویسن، دانشجو می نویسه، زن، مرد. آخه اینا اثر داره، بی اثر نیست. اینا خودشون هم نمیدونن، اگه خودشون هم اگر آدم درست حسابی بودند و می ایستادن چه کلی نقش داشتن. بله. بله، متاسفانه. حالا یک نکته جناب پارسا، اینا باز در تداوم همین رابطه که پرسش دیگری است از عزیزی دیگر، که در این شرایطی که بحث گفتگو پیش میاد و زمینه های همکاری و همگامی مثلا دیده میشه، که امیدواریم دیده بشه، جهت صلح و در جهت دوری از خشونت و جنگ و در راستای حفظ استقلال و آزادی مردم ایران، منتها میبینیم در این اوضاع و احوال
یک مرتبه یک قاضی حکم میده مبنی بر مصادره یکی از ساختمان‌های تجاری ایران در نیویورک که اصلا اینکه از زمان قدیم هم بوده گاهنم مربوط به بنیاد شهید و غیره. این گونه بهانه ها و این گونه مانع سازی ها و سنگ اندازی ها دیگه اینو چه جور باید توضیح کرد؟ آره خیلی آره اونم مطلب بسیار جالبیه. ببینید من فکر میکنم که وقتی که در جوامع، حالا بگیم در جامعه ایران، به اوضاع به سطح اشباع میرسه. ببین سرکوب در ایران اشباع شده، اونقدر مردم رو سرکوب کردن دیگه حالا جا نمونده. این در مورد استثمار هم همینجوری ها، مردم جهان امروز دیگه به حد اشبار، دیگه بیشتر از اون که استثمار میشن نمیشه استثمارشون کرد، امکان نداره. انسان هم بشر هم بله استثمار میشن، ولی اون حد داره. در ایران هم سرکوب ها به طور کلی به جایی رسیدی که دیگه با سرکوب نمیشه کاری جلو برد. دیگه بیشتر از این شما نمیتونی سرکوب بکنید که اکثر خانواده های ایران شهید دادن، اکثر خانواده های ایران یه قربانی دادن، اکثر خانواده های ایران یه زندانی دارن، اکثر خانواده ایرانی اقلا یه نفر در تبعید دارن. این به حد اشباع رسیده، بیشتر از این نمیشه. در نتیجه دولت ها در این مدت زمان ها که توده ها به سطوح آمدن ولی نمیتونن کاری بکنن برای اینکه اون سازمانشو ندارن. ببین بله. ایران بله. تقریبا یکی از اون کشورهاست. من دقیقا در مورد کشور مصر نمیتونم این حدسو بزنم. من فکر میکنم در کشور مصر هنوز داستان به آخرش نرسیده. بله. مردم به پا خواستن، مبارک رفت، مرسی رو هم در یک سال انداختن بیرون، هنوز داستان در مصر به پایان خودش نرسیده. ولی در ایران شما توجه کنید که مردم به سطوح آمدن دقیقا مثل مردم مصر سه سال قبل، منتها سازمان نداره، تشکیلات نداره، دقیقا رهبری مورد اطمینان نداره، حتی رهبری کاذب هم نداره، اصلا هیچی نداره. یعنی فردی نه، رهبری فردی دنبالش هم نیستن، دنبال بله جمعیه، رهبری واقعی بله. بله. ستاد رهبری دقیقا دست جمعی بله. به همین دلیل به فرد اعتماد ندارن و باور ندارن. بله. در نتیجه در این شرایط دولت هم عاجز مونده دیگه. ببین دولت یه کاری میتونه بکنه، سرکوب حالا دیگه نمیشه کرد، یا او به حد اشباع رسیده. ببینید من اینو مثال میزنم دیگه، اگر مایکروویو ما خراب بشه ما با کتک نمیتونیم کتک بزنیم که درست بشه، یا میاندازیم بیرون یا یه جدیدشو میخریم یا میبریم درستش میکنیم. حیواناتو تو میتونی با چوب زدن وادار بکنی یه دو سه روزی هم برای تو کار بکنن، بعدا میفتن، اونا مایکروویو نیستن، اونا حیوانن. بشریت انسان تو میتونی استثمارشون بکنی ولی در یه مرحله اینا مقاومت میکنن، تو میتونی تهدیدشون بکنی. مایکروویو نمیشه تهدید کرد، ولی انسان تهدید بکنی، مخصوصا تهدید روحی، تهدیدی که در ارتباط با آبرو و اینا باشه، میتونی دوباره به استثمار بیشتری بکشی. ولی در ایران این به حد اشباع رسیده، در نتیجه دولت هم کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت اون سرکوب دیگه تمام شده. حالا علائمی از حرکت‌های هم دولت آمریکا هم دولت ایران ها که پر از تضاده، دقیقاً به این خاطره که این دولت‌ها به مرحله رسیدن که در مقابل سطوح به سطوح رسیدن به این که مردم به سطوح در آمدن راه دیگری علاجی ندارن دیگه. سرکوب استثمار تمام شده، به اشباع رسیده. اون حرکت هایی که
امروز در ایران انجام میشه و در خود آمریکا هم من ملاحظه میکنم دقیقاً منبعث از اون جریانی که سیستم ها هم سیستم جهانی رأسش آمریکا به اون مرحله رسیده، هم در ایران ما دولت جمهوری اسلامی به اون حالتی رسیده که مثل این که داره میمیره. ولی خب باید اینو تأکید بکنن که نه دولت نظام جهانی سرمایه میمیره نه جمهوری اسلامی میمیره تا اینکه اون آلترنتیو به وجود بیاد که هنوز نیومده. هم در آمریکا اون آلترنتیو وجود نداره فعلا، هم در سطح ایران ما دلیبن. در ایران اون آلترنتیو به محض اینکه به وجود بیاد باور کنید توده های عظیمی از مردم میریزن تو خیابونا ملحق میشن. ما اینو دیدیم در تاریخ ایران، چندین بار دیدیم در سالهای ملی شدن صنعت نفت این اتفاق افتاد. دیدیم که مردمی که به ستو آمده بودن چگونه به محض اینکه یک رهبری حداقل اون زمان به طور نسبی دیدن که یک رهبری مورد اطمینانه اومدن پشتش صف کشیدن. تمام اون عکسایی که از اون زمان مونده، اون زمان تلویزیون که نبود، تمام اون عکسایی که از روزنامه‌های مختلف اون زمانی ایران به دست ما میرسه ما امروز هم داریم نشون میده که مردم چقدر حضور مردم اون زمان. جمعیت تهران هنوز 3 میلیون نبود، 2.5 میلیون بود. مردم تو خیابون ها بودن وسیعاً به خاطر اینکه قبلا که به سطوح آمده بودن حالا آلترنتیو پیدا کرده. ما در ایران هم اینو نداریم، در سطح جهان و در اکثر کشورهای جهان امروز این بحران، اصلا میگیم بحران عظیم ساختاری، این بحران عظیم ساختاری در جهان فقط در ارتباط با چیز به فساد و گندیدگی سرمایه‌داری امپریالیستی نیست، بلکه مردم به سطوح آمدن، رژیم ها نمیتونن کاری بکنن. تمام این تضاد رو شما ببینید، مثلا میان حرکت هایی میکنن در داخل ایران و در خارج از ایران که آدم نمیتونه بشینه بگه چرا این حرکت ها رو انجام میدن. بله. در تضاد دیگه، مثلا اوباما در عرض این یک ماه گذشته، 3 هفته گذشته در ارتباط فقط با کشور سوریه اونقدر متضاد حرکت کرده که بخشی از مفسرین آمریکایی که تا این اواخر به اوباما احترام میذاشتن میگن این اوباما ممکنه اینکامپتنت باشه، یعنی بی‌لیاقت. بله. دیگه مسئله این نیست که آدم فاسدیه یا جنایتکاره، بلکه آدم بی‌لیاقت. در ایران هم همینجوری شده. احمدی نژاد در آخرین ماهای حکومتش واقعا به آدم بی‌لیاقت تبدیل شد. بود بدتر شد دیگه. نشون میداد وقتی هر روز توهین تر میشه چقدر بی‌خاصیت‌تر و بدشکل‌تر. اینه که من یعنی میبینم در آمریکا امروز هیئت حاکمه حرفهایی میزنن که با حرفهای 2 هفته قبلیشون در تضاده، با حرفهای 1 سال گذشتهشون در تضاده. یعنی عجیب غریبه. علتش اینه که این کل این نظام من جمله خود جمهوری اسلامی که بخشی از این نظامه، نظام سرمایه‌داری جهانیه، اینها در یک بحران بزرگی فرو رفتن که این بحران رو نمیشه به سادگی با قراردادها یا با گذراندن یک عده سیاست ها با ایجاد برنامه ها حلش کرد. یک چیز جریان بزرگیه که واقعا یک تحول بزرگی رو در سطح جهان از ما میطلبه. جعفر سفنام، یک نکته مهم دیگر هم حالا اینه که با توجه به این وضعیتی که به نظر میرسه رو به پیش است، این پرسش باز مطرح شده، دوستان دارن این رو که نقش این جنگ طلبان و جنگ جویان در آمریکا، اینایی که واقعا به دنبال جنگ بودند و در این شرایط و به ویژه این لابی اسرائیل که به شدت موضع خودشون رو در ضعف میبینند و یا رو به ضعف میبینند، اینا چگونه برخورد خواهند کرد و چه کارهایی میتونن بکنن؟